سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با هم مثال معروف آسانسور رو تحلیل بکنیم که بسیار بسیار مفید هست در فهم نیروی عمودی تکگاه داستان هم از این قراره که یک آقا یا یک خانومی در حقیقت یک دوستی در نزدیکی سطح زمین سوار یک آسانسوری میشه که این آسانسور میخواد به سمت بالا حرکت کنه و متوقف بشه وقتی میگم نزدیکی سطح زمین منظورم اینه که شتاب گرانش در این آسانسور تقریبا برابر با 10 متر بر مجذور ثانیه است و فرض بکنید جرم این دوستمون که داخل این آسانسور هست 50 کیلوگرمه پس من جرم و شتاب گرانش رو میدونم حالا حرکت به این نحوه که در ابتدای حرکت این آسانسور ساکنه یعنی دوستمون تازه سوار آسانسور شده بنابراین شتابش صفره و سرعتش هم صفره پس این ابتدای حرکته در این شکل دوم اما اتفاقی که میفته اینه که آسانسور شروع میکنه شتاب گرفتن به سمت بالا و من فرض میکنم شتابش مثلا هست دو متر بر مجزور ثانیه و سرعتش هم خواهیم دید که هیچ اهمیتی نداره اما میتونید فرض بکنید که و صفرش صفر یعنی با سرعت اولیه صفر حرکت میکنه چون ساکن بوده در این بخش یعنی بخش سوم پس بذارید اسم اینو بذارم دو و این رو یک شتابش صفر میشه اما سرعتش هست 5 متر بر ثانیه در حقیقت شتاب میگیره سرعتش میرسه به 5 متر بر ثانیه و بعد دیگه شتابش 0 متر بر مجذور ثانیه میشه و مدتی با این سرعت ثابت به حرکت خودش به سمت بالا ادامه میده تا برسیم به این حالت که در اون میخواد متوقف بشه چون به طبقه مطلوبش داره نزدیک میشه و شتابش از منفی دو متر بر مجزور ثانیه و خب وقتی که من میگم منفی منظورم اینه که شتاب به سمت پایینه یعنی من جهت قراردادی رو به سمت بالا گرفتم و خب سرعتش هم برامون مهم نیست چی هست خواهیم دید چرا سرعتش برامون مهم نیست این هم میشه حالت چهارم من میخوام این چهار حالت رو تحلیل بکنم در حقیقت نیروهای وارد بر این دوستمون داخل آسانسور رو به دست بیارم تا ببینیم که آیا نیروی عمودی تکیگاه در این حالت ها اصلا تغییری میکنه یا نه خب بریم سراغ حالت یک حالت یک دقیقا و دقیقا مثل اون جعبه ای هست که من در ویدیوی قبل گذاشته بودم روی یک میز یعنی این آقا داره از توسط زمین به سمت پایین کشیده میشه و این نیرو که من اسمش رو میذارم W یا وزن برابر هست با M J یعنی جرم ضرب در شتاب زمین که این مساوی میشه با 500 نیوتن بنابراین این W به سمت پایین و برابر با 500 نیوتن داره به این آقا وارد میشه آیا این تنها نیرویی که به این دوست من وارد میشه؟ نه، طبق همون چیزی که در ویدیو قبل دیدیم و در حقیقت طبق قانون دوم نیوتن F برایند مساوی هست با M ضرب در شتاب. خب در این حالت که شتاب این دوستمون صفره بنابراین F برایند باید مساوی با صفر باشه. بنابراین از طرف کف آسانسور یعنی تکیهگاه داره یک نیروی برابر با حالا اندازش رو حساب میکنیم یک نیروی به سمت بالا به این دوستمون وارد میشه یعنی در این راستا که ما به این گفتیم نیروی عمودی تکیگاه من اسمش رو میذارم N پس اسم این نیرو هست N و من بهش میم نیروی عمودی تکیگاه و اندازش رو میتونم از قانون دوم نیوتن یا قانون سوم نیوتن حساب بکنم. اینجا میتونم بگم برایند نیروهای وارد بر جسم یعنی بردار W و علاوه بردار N باید مساوی باشه با صرف دقت بکنید که این جمع هست ما کم نمی کنیم اینها رو از هم چون داریم دو تا بردار رو با هم جمع میکنیم جهتش هم برامون مهمه و از این نتیجه میگیریم که نیروی عمودی تکهگاه برابر هست با منفی W در حقیقت برابر هست با 500 نیوتن به سمت بالا خب پس من اینجا تونستم نیروی عمودی تکیگاه رو به راحتی به دست بیارم قانون سوم نیوتن هم همین رو داشت به من میگفت چون این آقا یا این خانوم داره به کف آسانسور وزنش رو وارد میکنه یعنی 500 نیوتن نیرو وارد میکنه کف آسانسور هم داره به این دوستمون نیروی دقیقا برابر هم راستا و در جهت عکس اون وارد میکنه که میشه 500 نیوتن به سمت بالا حالا میتونیم بریم سراغ این حالت دوم این حالت دوم یک مقداری هیجان تر است. اولا به من بگید که نیروی وزن وارد بر این آقا یا نیروی وزنی که این آقا بر کف آسانسور وارد میکنه یا خانوم چقدر هست؟ خب من مطمئنم همه قبول دارید که این نیرو هیچ تغییری نمیکنه چون جرم این دوستمون جرم زمین و فاصلهش از زمین ثابت مونده و در حقیقت نیروی وزن کاملا مستقل هست از همه اتفاقهایی که داره در آسانسور میفته بنابراین نیروی وزن همون امژه مساویه با 500 نیوتن باقی میمونه دقت کنید که استدلال این چی بود ها نیروی وزن برابر هست با ام ضرب در ج یعنی شتاب زمین پس این رو یادتون باشه که هیچ تغییری نمیکنه حالا من میتونم بیام و قانون دوم نیوتن رو در این حالت بنویسم و بگم که F مساوی هست با M آ این بار یک اتفاق جالبی افتاده و اونم اینه که این دوست ما شتاب داره یعنی دو متر بر ثانیه مجذور ثانیه داره شتاب میگیره به سمت بالا و بنابراین ام آش دیگه صفر نیست و مساوی هست با پنجاه ضرب در دو یعنی صد نیوتون بنابراین برایند نیروهای وارد بر این دوستمون این بار باید باشه صد نیوتون و نباید صفر باشه و من اگر نیروی عمودی تکهگاه رو اینجا هم برای شما رسم بکنم که یک همچین شکلی خواهد بود و اسمش رو میذارم N در این صورت میدونم که این نیروی عمودی تک گاه یعنی N به علاوه W یعنی وزن باید مساوی باشه با 100 یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم باید بشه 100 نیوتون من از این نتیجه میگیرم که N مساوی میشه با منفی W به علاوه 100 نیوتون از این چه نتیجه میگیرم؟ از این نتیجه میگیرم که نیروی عمودی تکگاه یعنی N مساوی میشه با 600 نیوتن جهتش هم که به سمت بالا هست چرا این اتفاق افتاد ببینید وقتی که من دارم با شتاب به سمت بالا حرکت میکنم من مطمئنم آزمایش رو شما خودتون هم تجربهش رو دارید عملا پای شما داره به کف آسانسور فشار میاره یعنی شما دارید به آسانسور فشار بیشتری وارد میکنید علتش هم اینرسی هست که در شما وجود داره یعنی شما ساکن هستید آسانسور ناگهان شروع کنه به حرکت کردن با شتاب و بنابراین شما به کف آسانسور یک فشاری وارد میکنید و بنابراین کف آسانسور شما رو با یک نیروی بیشتری به سمت بالا حرکت میده که اینجا هم دیدیم این نیرو برابر بود با 100 نیوتن یعنی بیشتر بودن این نیرو برابر بود 200 نیوتن در نتیجه مجموع این نیرو برابر میشه با 600 نیوتن اینجا داره چه اتفاقی میفته یعنی در شکل سوم خب دیگه اینو دیگه یاد گرفتیم که این نیروی وزن یعنی نیروی گرانش وارد بر این دوستمون که حالا من از بالا کشیدم مثلا از اینجا ها بکشم این نیرو هیچ تغییری نمیکنه و بنابراین این دبلیو چه در این شکل و چه حتی در این شکل آخر که حالا به زودی میریم سراغش هیچ تغییری نمیکنه یعنی مساویه با همون 500 نیوتن باقی میمونه اینجا و همینطور اینجا و من کافیه که برم سراغ قانون دوم نیوتن در هر دو حالت در این حالت من میدونم که F مساوی هست با M A اما A اینجا صفر و این مساوی میشه با صفر بنابراین این حالت برای من هیچ تفاوتی با این حالت نداره یادتون هست که در مبحث قانون اول نیوتن من به شما گفتم که اگر یک آدمی داخل یک هواپیمایی باشه که هیچ اطلاعاتی از بیرون خودش نداشته باشه و همچنین هیچ تکونی نخوره هواپیمای من به این معنی که با ابرها برخورد نکنه که جابجا جا باشه هیچ راهی برای تشخیص سرعت ثابت در مقابل سرعت صفر نداره یعنی این دوتا برای یک, سا... فردی که داخل هواپیما هست یکی هستن عینا این اتفاق داره اینجا هم میفته یعنی این دوستمون که داخل آسانسوره سرعت ثابت براش با سرعت صفر یکیه یعنی هیچ برایند نیروهای وارد بر اون صفره و چون یک نیروی وزن 500 نیوتونی داره به سمت پایین بهش وارد میشه من نتیجه میگیرم که این نیروی عمودی تکگاه که به سمت بالا هست درست مثل اون حالت یکی که اینجا داشتیم به دست میاد یعنی n به علاوه w باید مساوی باشه با صفر در نتیجه n مساوی میشه با منفی w یا در حقیقت 500 نیوتن به سمت بالا پس این حالت رو هم تحلیل کردیم بریم سراغ این حالت نهایی در این حالت من میدونم که برایند نیروهای وارد بر جسم میشه m a که a هست منفی دو متر بر یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم من میشه پنجاه ضرب در منفی دو یعنی منفی صد نیوتن یعنی در حقیقت داره 100 نیوتن نیرو به سمت پایین به صورت برایند به این دوست ما داخل آسانسور وارد میشه و اگر من نیروی عمودی تکگاه رو رسم بکنم که همیشه در این راستا هست و اسمش رو هم مطابق معمول بذارم این در این صورت قانون دوم نیوتن چیزی اشتباه اومد قانون دوم نیوتن داره به من میگه که این n به علاوه w باید مساوی باشه با منفی 100 نیوتن یعنی m ضرب در a باید مساوی باشه با برایند نیروها و در نتیجه n من مساوی میشه با منفی w منفی 100 نیوتن که منفی w میشه 500 در نتیجه n مساوی میشه با 400 نیوتون به سمت بالا دقت بکنید که اینجا n این یعنی نیروی عمودی تکیگاه در لحظه توقف کمتر هست از وزن من یعنی گویی من دارم فشار کمتری به کف آسانسور وارد میکنم در حالی که در این حالت دوم من داشتم فشار بیشتری به کف آسانسور وارد میکردم هر دو اینها رو در اولین آسانسوری که سوار شدید تست بکنید و مطمئن باشید به راحتی حس میکنید که در لحظه حرکت انگار شما دارید به کف آسانسور نیرو وارد میکنید و در لحظه توقف انگار کف آسانسور انگار شما دارید از رو کف آسانسور بلند میشید و نیروی کمتری دارید به کف آسانسور وارد میکنید فعلا خداحافظ